سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چقدر راحت میشه فقط با یک سرچ ساده توی اینترنت و آزمون و خطا مشکلاتی که توی برنامه نویسی با لاتک بهش برمیخوریم رو رفع بکنیم. برای همین یکی از مشکلاتی که خودم چند دقیقه پیش بهش برخوردم رو انتخاب کردم و میخوام توی این ویدیو قدم به قدم با شما این توابع و این دستورها رو با سرچ کردن توی اینترنت پیدا بکنم و مشکلم رو حل بکنم. بریم ویدیو رو تماشا کنیم. خب مشکلی که من بهش برخوردم چی هست؟ من یک فایل متنی دارم که این رو به صورت دو ستونه میخوام قرار بدم، یعنی اول فایل متن رو نوشتم و حالا میخوام به صورت دو ستونه قرارش بدم. از دستور بیگین مولتی کالز داخل آکولا دو و در انتها از دستور اند مولتی کالز استفاده کردم. چه مشکلی پیش اومده؟ مشکلی که وجود داره این هستش که من همونطور که میبینید فرمول هایی که طولانی تر بوده، طولانی تر از عرض ستون ها، خیلی نامرتب قرار داده شده، از سطور خارج شده و در اینجا یکی از نمودارهای من که تصاویر من هست که باز شده که بخشی از متن پوشونده بشه و متن ناقص داره نشون داده میشه و البته بعضی از قسمت‌ها که اصلا جداول من آورده هم نشده، یعنی حتی توی قسمت رفرنس ها جدول به جای در واقع رفرنس دادن به اون جدول مربوطه دو تا علامت سوال گذاشته، جدولی رو نیاورده. در صورتی که وقتی که من فایل رو بدون این دستور begin multi calls و end multi calls اجرا میکنم این مشکل وجود نداره. این متن اصلی من هست که همونطور که میبینیم هم فرمول ها هم نمودار ها و هم جداول به خوبی قرار داده شدن، نمودار ها هیچ مشکلی نداره. اما به محض اینکه من دستور begin multi calls و end multi calls رو اجرا می کنم برای اینکه متنم رو دو ستونه بکنم، همه نمودارها، جدولها و فرمولها دوچاره به هم ریختگی میشن و جانمایشون جانمای درستی نیست. اینجا الان به جای علامت سوال رفرنس ها رو درست قرار داده، اما خب فرمول ها همچنان فرمول های طولانی دوچار مشکل هستن و نمودارم هم که باز هم متن بخش از متن رو پوشونده. بنابراین من سه تا مشکل دارم. اول جانمایی فیگر ها، جانمایی جدول ها و فرمول ها. برای اینکه این مشکل رو حل بکنم شروع میکنم به سرچ کردن. سال اول آیا فارسی سرچ بکنم یا انگلیسی؟ قطعا انگلیسی. منابع انگلیسی هم گسترده تر هستند، هم شما رو خیلی سریعتر و بهتر به در واقع هدف حل مشکلتون میرسونن. برای سرچ کردن من باید کلمات کلیدی نقاط مشکلم رو بدونم. مشکل من چی هست؟ جانماییه تصاویر و نمودارها در یک متن دو ستونه در لاتک. شروع میکنم به نوشتن کلمات کلیدی. کلمات کلیدی figures، multi calls، tech، خب همطور که میبینیم multi call and figures، مولتی کال فیگرز، همین رو باز میکنم.
توی این پیج میبینیم که یک راهکاری که اینجا آورده شده، یعنی این پکیج ها رو لود بکنید و یک دستور جدید تعریف کرده و از همین دستور بگین موتیکالز استفاده کرده و بعد از اون از دستور لیپ سام یک و بعد از انفیگر هم از این استفاده کرده که خب تونسته این تصویر رو به خوبی توی ستون جانمایی جایگذاری کنه. و حالا یک روش دیگه از پکیج نان فلوت و حالا پکیج موتیکال استفاده کرده، پکیج گرافیکس، پکیج لیپسام یک دستور تعریف کرده. خب من الان میخوام یکی از اینها رو اجرا بکنم و ببینم آیا مشکل من با این روش حل میشه یا نه. باید پکیج آن نان فلوت رو لود بکنم، پکیج مولتیکال و پکیج لیپسام و این دستور رو هم که تعریف کردیم. همه این دستورها تا قبل از بگین داکیومنت هست. وارد فایل اصلی خودم میشم و البته ما به خاطر اینکه متن فارسی هست و از پکیج زی پرشین استفاده میکنیم، حتما باید حواسمون باشه که پکیج زی پرشین باید آخرین پکیجی باشه که لود میشه. پس من قبل از پکیج زی پرشین اینها رو قرار میدم، به جز این قسمت دستور که این رو میارم و بعد از این پکیج ها قرار میدم. و زمانی که در واقع مولتیکالز رو شروع کرده و متروس با سه ستون قرار داده، از این دستور لیپسام استفاده کرده و بعد دستور مای فیگر استفاده کرده، اینکلود گرافیکس، 9/10 کالم نوید و تست. من اینجا یه چیزی متوجه شدم، احساس میکنم اصلا شاید با همین یه دونه بتونم مشکل رو حل کنم. یعنی من اینجا به جای تکس ویت که قبلا قرار میدادم، کالم ویت شاید بعد قرار بدم. وارد میشم، وارد این قسمت، با یک راست کلیک و جامپ تو سورس میرسم به این قسمت که نمودارم رو تعریف کردم. اینجا همونطور که میبینید من تکس ویت قرار دادم، ارزش رو اینجا مینویسم کالم و حالا 9/10 یا 9/10 کالم ویت. کنترل اس و میرم فایلم رو اجرا میکنم. شاید با همین یک دستور مشکل من حل بشه. من به یه ارور خوردم و فکر میکنم که به خاطر این دستوراتی هستش که اضافه کردم. اینها رو علل حساب پاک میکنم و دوباره اجرا میکنم. خب بله، به خوبی مشکل نمودارهای من حل شد. بسیار عالی. خب با همین یک نکته کوچیکی که پیدا کردیم، یعنی اصلا به این پکیج ها و به این دستورهای جدید و اینها اصلا نیاز نداشتیم، کافی بود من بدونم که قرار اینجا به جای تکس ویتس کالم ویتس استفاده بکنم. من اینو نمیدونستم و با همین یه مورد مشکل من حل شد. مورد بعدی، مشکل دیگه که من داشتم این بود که فرمول های من جانمایی درستی ندارن و من الان میخوام اینها رو هم مشکلشون رو حل بکنم. دوباره وارد اینترنت میشم، صفحاتی که باز کردم و میبندم و اینجا به جای فیگرز عبارت فرمولا رو قرار میدم. فرمولا مولتیکالز میتونم طولش رو هم بنویسم به این معنی که طول فرمول در لاتک چند ستون. خب alignment of equation using multicolor، احتمالا من اینجا باید مشکلم حل بشه.
فرمولی که در واقع دستور فرمول که با بگین داکیومنت بگین اکویشن قرار داده، بعد از اون فرمول رو نوشته که خب کاری هستش که من هم انجام دادم و از اند مولتی کالز استفاده کردم. اما اینجا یک دستوری قرار داده به دستور نو ایندنت. ببینیم اینجا هم قرار داده بود نه اینجا دستور نو ایندنت رو قرار داده قبل از بگین ایکویشن و همین دستور نو ایندنت. من این دستور رو قبل از فرمول هام قرار بدم ببینم این مشکل من حل میشه. جامپ تو سورس رو میزنم و اینجا قبل از بیگین، بعد از بیگین مولتی کالز یا قبل از بیگین اکویشن، اینو نمیدونم هنوز. یه بار اینو اجرا میکنیم ببینیم که آیا ران میشه یا نه. اجرا شد اما حالا لزومن من اینجا قرار داده بودم این دستور رو، اما مشکل من حل نشد. این فرمول شماره 16 همچنان این مشکل رو داره، بنابراین این قرار نبود که این دستور مشکل رو حل بکنه. دستور رو پاک میکنم چون نمیدونم اصلا کاربردش چیه و ممکنه بعد به مشکل بخورم و به جستجو کردنم ادامه میدم. احساس میکنم که باید تو این کلمات کلیدی تغییری بدم، مثلا به جای فرمیولا قرار بدم لانگ فرمیولا، به این معنی که فرمول های طولانی، چون مشکل ما با فرمول های طولانی هست. از دستور begin cases استفاده کردی که یکی از در واقع انواع فرمول ها هست، فرمول چند ضابطه ای با این دستور. و خب دستور non number اونجا استفاده کرده، بعد از end text هم non number و با دستور دو تا backslash اومده خط رو عوض کرده. خب البته ما فرمول های طولانی برای شکستن فرمول های طولانی از این دستور استفاده می کردیم، یعنی بعضی وقتا یه فرمول انقدر طولانی هست که حتی از کل یک صفحه، عرض یک صفحه هم طولانی تر هست و ما در اونجا ناچار بودیم که از این موضوع استفاده بکنیم. خب الان اینجا هم دوباره من این دستور رو کپی می کنم، قبل از فرمول مورد نظرم قرار میدم و در نهایت هم از این قسمت‌های دیگه، به خاطر اینکه در واقع مربوط به خود فرمول موجود در این دستوره. خب فرمول من اصلا چند ضابطه ای نیست، فرمول من بگین ایکویشن ساده است، اما این دستورهایی رو که من نداشتم رو قرار دادم، این خط و این دستور نو نامبر و این دستور. سیف میکنم، وارد فایل اصلی میشم و اون رو اجرا. خب ببینیم که ارور گرفت، دقیقا هم از همین دستور ارور گرفته. به جستجو ادامه میدیم. Use package libsom, math tools, cutted, begin void text. اینجا میبینیم دستور این دستور استفاده کرده. خب من میرم دستور امتحان میکنم، دستوری که قبلا امتحان کردم و پاک میکنم همینطور این قسمت رو و به جاش از این دستور جدید
استفاده میکنم ببینم که مشکلم رو حل میکنه یا نه. کنترل S و فایل اصلی رو ران میکنم. اینجا هم یه ارور جدید گرفتم. ممکنه یه پکیجی نیاز داره که من اون پکیج رو ندارم، یا ممکنه که دستوری که قرار داده شد اینجا کامل نباشه. روش دیگه که من اینجا دارم میبینم خیلی جالبه که زمانی که به فرمول میرسه دوباره متن رو تک ستونه میکنه. بین مولتیکالز یک، اند مولتیکالز، و خب این خودش یه ترفنده دیگه، یعنی این که من تا اونجایی که به فرمول نرسیدم متنم دو ستون داره، وقتی به فرمول رسیدم متن تک ستونه میشه به طور موقت، بعد از اون دوباره متنم به صورت دو ستونه اجرا میشه. این یه ترفنده که ما میتونیم اون رو اجرا بکنیم. بریم اون رو امتحان بکنیم. مولتیکالز یک و اند مولتیکالز. فقط این که ممکنه که مجبور باشیم که اند مولتیکالز رو برای قبل از اون هم قرار بدیم که احتمالا باید اینطور بشه. دستور end multicalls قبل از فرمول استفاده میکنیم که متن که حالت دو ستونه بود اینطور s و اجرا. مشکل ما حل نشد با این ترفند، ولی دلیلش چی میتونه باشه؟ چون قاعدتا نباید مشکلی توی اجرای این مسئله باشه. بگیم مونتیکوز و یک بار دیگه سیو میکنم، دوباره اجرا میکنم. بله، خب پس اصلا اون دستور بگین مولتیکالز اصلا نیازی نیست، چون وقتی که شما اند مولتیکالز رو میزنید خب مشخصا دیگه ستون ها برداشته میشه و خب این فرمول الان میبینیم که اینجا قرار داده شد. اما یه مشکلی داره، چون که ما این متنی که میخواییم بخونیم شروع میکنیم از این خط متن رو میخونیم و بعد میرسیم به یک به هم ریختگی، چون اصلا مشخص نیست که این خط اصلا مربوط به این ستون ابتداش کجاست، انتهاش کجاست، و بعد اینها رو به هم ریخته کرد اتصال اینها رو. در نتیجه این روش مناسب ما نیست و ما اینطوری مشکلمون حل نمیشه. ما باید در واقع بتونیم فرمول های طولانی تر از عرض ستون رو بشکنیم. بنابراین ما الان دستوراتی که نوشتیم رو برمیداریم و حالت قبلی برگرده مثلا و سرش میکنیم که ببینیم. من اینجا بینیمسم break a long formula. Break long formula. Multicol. از روی تصاویر هم بعضی اوقات بهتر میتونیم به موضوع مد نظرمون دسترسی پیدا کنیم. مثلا مشخصه که مشکلش با ما یکی هست.
همین مشکل ما رو داره، فرمولش به هم ریخته. خب ببینیم چطوری حل کرده مشکل رو. یه فرمولی هستش که نوشته begin equation end equation. یکی از کارهایی که کرده در واقع دستور document class تو کالم رو قرار داده و احتمالا ما هم باید این کار رو انجام بدیم. در نتیجه ما هم یک بار اصلا فقط همین رو امتحان میکنیم ببینیم که مشکلی که برخوردیم اینه که چون هم در واقع داکیومنت کلاس رو مولتیکال قرار دادیم، هم اینکه خودمون از دستور مولتیکال استفاده کردیم، اینجا به مشکل خوردیم. بنابراین دستور خودمون رو باید پاک بکنیم، یعنی begin multicals رو کامنت میکنم با علامت درصد و end multicals رو هم کامنت میکنم. دوباره اجرا میکنم. مشکل همچنان فابرجاست، یعنی با این روشی که ما تغییر دادیم، به جای اینکه از دستور مولتیکالز استفاده کنیم، در واقع از یک آرگومان در دستور داکیومنت کلاس استفاده بکنیم، اما همچنان این مشکل سر جاشه. میتونیم چک بکنیم ببینیم مشکل فیگرمون، ولی نه، مشکل فیگرمون برطرف شده. حالا من نگاه میکنم حتی توی پاورقی ها هم اینجا مشکلاتی رو میشه پیدا کرد و خب این مشکل پاورقی ها در واقع به خاطر اینه که ما از این دستور استفاده کردیم، چون از این دستور استفاده کردیم پاورقی ها رو هم به صورت ستون های جدا قرار میده، در صورتی که با استفاده از دستور مولتیکالز این اتفاق نمیفته. پس من یه تفاوت بین این دوتا دستور پیدا کردیم. یه بار دیگه من این فایل رو اجرا میکنم ببینم این پاورقی ها تغییری میکنه. گاهی اوقات لاتک با دوبار اجرا میتونه بعضی از دستورات رو اعمال بکنه. خب نه، این پاورقی ها تغییر نکرد، اما این خودش یک مشکل هست. فعلا این مشکل رو ما کنار میذاریم تا بتونیم مشکل فرمول رو حل بکنیم. equation خب ما این دستور begin strip و end strip رو هم امتحان کنیم که اینجا توی سرچ من پیداش کردم. نهایتاً این هستش که ما نتیجه نمیگیریم دیگه، ولی روش های مختلف رو سیو میکنیم و فایل اصلی رو اجرا میکنیم. خب اینجا ما به ارور خوردیم، مثلا این دستور رو براش تعریف نشده است. ببینیم آیا از پکیج خاصی استفاده کرده؟ بله، احتمالا ما باید از این پکیج استفاده کنیم، حتما قبل از پکیج زیپرشین. اتفاقی که افتاده این هستش که بازم به صورت هکستون اجرا کرده، یعنی فرمول رو نه یا ورد فرمول رو بشکنه و مثلا ادامه فرمول رو بیاد پایین تر، خط پایین ترش بنویسه، بلکه اومده در واقع همون کاری که ما انجام دادیم با دستور end multicals و درسته، فقط همین کار رو انجام داده.
البته یک حقیقتی هست این که لزوما این کار مشکلی ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه فرمول ها همه شماره دارن و جایی که شما دارید در مورد یک فرمول صحبت میکنید، این شماره ها مشخص هست که شما دارید در مورد کدوم فرمول صحبت میکنید. در نتیجه لزوما خواننده دچار مشکل و سردرگمی نمیشه. اما خب تلاش من این هستش که بتونم یک روشی رو پیدا بکنم که این فرمول ها به جای اینکه به این صورت شکلش رو همینجا قرار داده، به این صورت قرار داده بشن، شکسته بشن و به خط بعدی برن. خب فکر میکنم که در نهایت ما بعد از همین دستور بیگین مولتی لاین استفاده بکنیم و احتمالا ما با این روش قطعا جواب میگیریم، به خاطر اینکه خب ما زمانی که فرمول های طولانی داشتیم و میخواستیم این فرمول ها رو بشکنیم هم از این دستور استفاده میکردیم. حالا تفاوتش اینه که الان دو ستون هست، اون زمان یک ستون بود. یک بار دیگه اجرا میکنیم و احتمالا مشکل ما حل شده باشه. فرمول شماره 16 خیر مشکلش حل نشده. آها به خاطر اینکه من فراموش کردم که ما از اونجایی که میخوایم فرمول بشکنه باید فکر میکنم خط رو فقط عوض بکنیم. درسته، خط رو عوض بکنیم. خب من الان این کار رو انجام میدم. مثلا من حالا به صورت امتحانی مثلا از این قسمت خط رو عوض میکنم ببینم چطور شکلش رو نمایش میده. بله، از ابتدا باید همین دستور رو امتحان میکردیم، چون به هر حال ما وقتی که در حالت عادی متن توی لاتک داریم فرمولمون طولانی از همین دستور استفاده میکنیم و خب تفاوتی نداره که حالا دو ستون باشه یا یک ستون و با همین مورد مشکل ما حل میشه. در نتیجه فقط این که ما باید بدونیم از کجا باید فرمول رو بشکنیم. مثلا اینجا از این منهای 3 باید این کار رو انجام بدیم، چون پرانتز هنوز بسته نشده، ما وارد خط بعد شدیم. برای بقیه فرمول ها هم همین کار رو انجام بدیم و اونها رو مرتب میکنیم. من این فرمول ها رو انجام دادم، تقریبا فرمول هایی که خیلی طولی کم طولانی تر بودن و اومدم شکستم با دستور مولتی لاین و این مشکل حل شد. یه مشکل دیگه که الان دارم میبینم بعضی از قسمت ها مشکل پاورقی هاست که به هم ریختگی داره، ولی خب الان نمیخوام تمرکزم رو پاورقی ها بذارم، ترجیح میدم که اول برم مشکل جداول رو هم حل بکنم و بعد از اون. خیلی جالبه، من سری تغییرات تو این فصل دادم، حالا مربوط میشد به فرمول ها و اینا، ولی این جدول هر بار که اجرا میکنم یه جور خاصی اجرا میشه و همیشه هم مشکل داره. خب شروع میکنیم، این جدول ها رو میبینید، این نمودار ها، این جدول، البته نمودار ها رو که مشکلش رو فهمیدیم چطوری حل بکنیم. این نمودار رو شکلا به خاطر اینکه خیلی بزرگ هستن من ترجیح میدم که از همون دستور بیگین استریپ که الان پیدا کردیم استفاده کنم، به خاطر اینکه بتونه تو کل صفحه نمایش داده بشه، نه اینکه بخواد توی یه ستون قرار داده بشه، چون در اون صورت خیلی نمودار واضح نخواهد بود. به عنوان مثلا من الان این نمودار رو هم درست کنم. این دوتا رو من بردارم ببینم که ارورم برطرف میشه یا نه. یک مشکل خوردیم، احتمالا یه جایی آکولات اضافه قرار داده شده یا
چون الان من اگر این include result رو کامنت بکنم، فایلم احتمالاً اجرا میشه. پس مشکل از همین فایل result و باید دارم ببینم مشکلش چه است. میرم توی فایل result. خب یه مشکلی که همین تونم از کنترل زد استفاده بکنم ببینم. یه بار دیگه کنترل اس رو بزنم و اجرا. حالا دوباره وارد فایل ریزالت میشم و دستوری که میخواستم رو دوباره مینویسم. کنترل اس و اجرای فایل اصلی. دقیقا از همین دستور داره ایراد میگیره. حالا دلیلش چی هست من نمیدونم، چون ما قبل از ما این دستور رو قبل از فرمول ها فقط میتونیم اجرا بکنیم. برای همین زمانی که ما میخواییم در واقع با نمودارها کار بکنیم، احتمالا بهتره که از همین دستور end multi calls استفاده کنیم و دوباره بعد از نموداری که مد نظرمون هست دستور بین مولتیکالز و برای دو ستون استفاده می کنیم. فاصله می دم که مشخص بشه و یک بار دیگه اجرا می کنیم. همونطور که می بینید خیلی راحت میشه فقط با یک کلنجار رفتن، سرچ کردن، آزمون و خطا کردن، بدون این که من اصلا در مورد بعضی از این دستورها چیزی بدونم. خب احتمالا من اینجا اشتباه اسپلش رو اشتباه نوشتم. اینجا خب بله، به خاطر اینکه من اینجا از این روش استفاده کردم، تو کالمن داکیومنت کلاس استفاده کردم، بنابراین اینجا به جای اینکه بیام در واقع من اینجا end multi calls زدم، در صورتی که بیگ multi calls وجود نداره، برای همین داره ارور میده. در نتیجه من به جای این کار از این دستور استفاده میکنم، ولی به این صورت که خواهم بهش بگم که با یک ستون قراره تو اینجا داشته باشید. end control s و اجرا. ببینیم که چی شد. جداول که همچنان مشکل دارن، که پاورقی ها هم همینطور، که حالا اینها رو قرار بعد بهشون بپردازیم. نمودارمون اصلا نیست، یعنی کلن ناپدید شد. یه روش اینه که ما به جای اینکه از این تو کالم استفاده بکنیم، ما اینو برداریم و از همین دستور بیگین موتیکال استفاده کنیم و این موتیکال و بریم تو همین قسمتی که بود و این دستور رو جا به جا میکنیم، به خاطر اینکه از همون روش قبلی میخوایم استفاده کنیم. ببینیم که اینطوری هم نمودارمون ناپدید میشه. اینجا یک ستون گذاشتم. کنترل اس و اجرا. خب یک بار دیگه من فایل رو اجرا میکنم. آها، به این صورت درسته. خب این مشکل نمودارمون حل شد،
یعنی میتونیم ببینیم که به خوبی قرار داده شد و حالا با توجه به این که این مشکل به این صورت حل شد. درسته. حالا میخوایم بریم سراغ حل مشکل جداول. میخوایم جانمایی جداولمون رو در متنهای چند ستونه لاتک پیدا بکنیم. کلمات کلیدیمون میشه تیبل، مولتی کالز. فقط ممکنه که اینجا مشکلی که بهش برمیخوریم این هستش که این رو احتمالاً با یک جدول چند ستونه اشتباه میگیره به جای اینکه با یک متن چند ستونه اشتباه بگیره. در نتیجه من یه کاری که میکنم اینجا خود دستور رو مینویسم که این بدونه که داره قراره با بگین مولتی کالز کار بکنه. مثل الان این مورد که خب البته میبینیم که ما جداولمون رو بریم یه بار دیگه فایلمون رو نگاه بکنیم. الان جداولمون کلن نیستن، وجود ندارن اینجا. ترجیح میدم یک بار دیگه لاتک رو اجرا بکنم. شاید جداول کاری که من میتونم انجام بدم همین هست که برم در واقع توی این قسمت و از همین روشی که برای نمودارها استفاده کردم برای جدولم همون روش رو استفاده بکنم. به این صورت که قبل و بعد از جداول رو با فاصله قرار میدم که شما خوب ببینید. بهتر بود که زوم میکردم از ابتدا. میتونم که بقیه متن یکم سخت شد دیدنش. end multicals، دستور end میدونیم که این آکولاته رو نداره. end هست. قبل از جدول میخوایم دو ستون بودن رو تموم کنیم. بعد از جدول بگیم میذاریم که حالا به خاطر اینکه دقیقا بعد از اون همون نمودار رو داریم که اون هم قراره تو این فضا باشه، من اینها رو کلا پاک میکنم و میریم اجرا میکنم. بله. خب درسته، جدول هم درستش همین هست چون این جدول به اندازه کوچیک نیست که بخواد توی یه ستون قرار بگیره. بنابراین ما باید همین کار رو همین ترفند رو اجرا بکنیم و بقیه جداولمون رو هم به خوبی بتونیم جانمایی کنیم. هدف از این ویدیو این بود که با بدونیم چقدر راحت میشه با سرچ کردن در اینترنت دستورات مورد نظرمون رو پیدا بکنیم و اونها رو در فایل لاتکمون وارد بکنیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید.